I want to talk about the promises that God has made. وقتی که میخوام صحبت کنم در مورد قول‌هایی که خداوند ما داده. Paul says that the gospel was preached to Abraham. Paul, the apostle Paul says that the gospel was preached to Abraham. پولس رسول میگه که خداوند به ابراهیم نزدیک شد. If you understand what God said to Abraham, you understand the Christian gospel. اگر که شما متوجه بشین خداوند به ابراهیم چی گفت، شما کلام خداوند رو درک میکنید. Abraham was like us. ابراهیم یا شخصی مثل ما بود. He was some random guy that lived in the Middle East. یا ابراهیم یه آدم عادی بود که در خاورمیانه زندگی میکرد. And God came to him. God chose him. خداوند ابراهیم رو انتخاب کرد. And he said, I will give you the land of Palestine, of Israel, forever. و خداوند به ابراهیم وعده داد که سرزمین اسرائیل رو یا فلسطین رو برای همیشه به تو خواهم داد. You will live there forever. و برای همیشه در اون زندگی خواهی کرد. یعنی بچه های تو ذریت ابراهیم برای همیشه در سرزمین فلسطین زندگی خواهند کرد. این وعده خداوند بود. And you will have one special son, seed, descendant. شما هم یک همچین وعده از جانب خدا خواهید داشت. And that one son will become as many as the stars in the sky. و خداوند به ابراهیم وعده داد که فرزندان تو، بچه‌های تو به تعداد ستارگان آسمان زیاد خواهند شد. And I will be your God. شما در کل زمین پراکنده خواهید شد و من خداوند شما خواهم بود. The New Testament explains those promises. و عهد جدید این قول‌هایی که خداوند به ابراهیم داد، اینها رو توضیح میده، بیشتر توضیح میده. The one special descendant was Jesus. یکی از این چیزها و فرستادن عیسی مسیح یه نکته خاصی در این مورده. If we are baptized into Jesus, وقتی که ما در نام عیسی مسیح غسل تعمید میگیریم، all that is true of Jesus becomes true of us. تمام اون چیزهایی که در مورد عیسی مسیح حقیقت داشت در مورد ما هم محقق خواهد شد. He and Abraham will inherit this earth forever. او و ابراهیم این وعده های خداوند رو به ارث بردن برای همیشه. If we are part of that seed, of that family, we also will. همونطور که ابراهیم این وعده های خداوند رو بهش داده شد، ما هم اگر از خانواده ابراهیم باشیم، ما هم شامل این لطف خداوند میشیم. در مورد ما هم صدق خواهد کرد، همون وعده که به ابراهیم داده شد. But Abraham died. ولی خب ابراهیم مرد. Not having received what God promised. ابراهیم مرد بدون اینکه این قولای خداوند بهش داده بود دریافت کنه و دریافت نکرد. But God will keep his promises. خداوند بهش قول داد و خداوند هیچ وقت قول خودش رو فراموش نخواهد کرد. قول خداوند پابرجاست. Therefore Abraham will be resurrected when Jesus comes back. حالا این قولهای که خداوند ابراهیم داد و ابراهیم مرد چه وقتی محقق میشه؟ زمانی که عیسی مسیح برگرده، در رجعت عیسی مسیح و ابراهیم به اون وعده های الهی خواهد رسید. And we also will be resurrected if we're in Jesus. ما هم اگر یه مسیحی واقعی باشیم، معتقد باشیم به عیسی مسیح، زمان بازگشت عیسی مسیح، ما هم زنده خواهیم شد. ما هم به دنیا بعد از مرگ بازگردانیده خواهیم شد.
And we're told that Abraham's seed would bring blessing on the earth. و خداوند در انجیل گفته که به ابراهیم برکت خواهد داد در زمین. That blessing is understood in the New Testament as the blessing of forgiveness of our sins. حالا این وعده برکت که در عهد جدید اینطور توضیح داده شده، این برکت در واقع اون بخشش خداونده که شامل حال ما میشه. It's not true that the biggest blessing from God is lots of money, nice car, all that stuff. No, that's not the biggest blessing from God. برکت خداوند این نیستش که مثلا شما به پول برسید، به شما پول بدن، نمیدونم ماشین خوب داشته باشید، خونه خوب داشته باشید. این چیزا برکت نیست. منظور از برکت پول و مسائل مادی نیست. The biggest blessing is to know that he forgave me and I'm okay with God. بالا بزرگترین چیز در زندگی ما اینه که ما بفهم خدا رو بشناسیم، بفهمیم که اون در ما رو بخشیده، در زندگی ما چه کار کرده. این که خدا تو قلبمون باشه، این بزرگترین برکت ماست. That I can lift up my eyes to the sky and know my God is there. من میتونم چشمان خودم به آسمون بگیرم وقتی که ایمان داشته باشم و معتقد هستم که خداوند من اونجاست و من حمایت میکنه. And I know that I'm okay with him. و اون با منه و من اینو اعتقاد دارم و همیشه این آرامشو دارم که خداوند با منه و من با من خودسه. This is the good news that was preached to Abraham. این یه خبر خوبیه که یه چیز خوبی که در واقع خداوند به وعده که به پریش تو ابراهام explained to Abraham. این چیزی بود که خدا چیزی که خداوند به ابراهیم وعده داد، چیزی که خدا به ابراهیم گفت همینه که با خداوند خواهد بود. We all have got lots of problems. We all have many problems. ما هممون تو زندگیمون مشکلات خیلی زیادی داریم. But the biggest problem ولی بزرگترین مشکل ما اینه که is that I've sinned and I deserve to die. بزرگترین ما در زندگی مشکلات خیلی زیادی داریم، ولی خب بزرگترین مشکل ما در زندگی اینه که بالاخره ما هر کاری بکنیم یه روزی میمیریم. این مرگ بزرگترین مشکل بشریت. Deep in your unconscious, your subconscious, deep in your conscience, you know that very deep down. بزرگترین مشکل ما اینه که ما در نهایت گناه میکنیم و این یه چیز به صورت خود ناخودآگاه در وجود ماست. این گناه کردن در وجود همه ما هست. And so the good news, this is good news, is that that has been solved. That problem is finished in Jesus. خبر خوب بهترین چیز اینه که با وجود ایمانی که به عیسی مسیح میاریم این مشکلات حل شده. مشکلات زندگی روزمره ما این مشکلات حل میشه.